رفتیم پیش مسئولین، پیش مدیرها، پیش جای مختلفی که در خود سیستم بودن. متأ جرأت این که بیان قدمی جلو بگذارن، ساپورت بکنن نداشتن. یکم حالا با تمسخر میگن یعنی تو میخوای بیای هواپیمای F-14 ما رو راه بندازی، تو میخوای این همه مشکلات فنی که بعد انقلاب ایجاد شده و اینا زمین گیر شدن رو راه بندازی، تو بری دنبال کارتون. به من فشار می آوردن دیوانه، برای چی این ریسکا رو میپذیری میری اونجا یه پروژه بی خودی هم تعریف میکنه تهم نداره؟ بابا بیا بشین اینجا نامهات رو بنویس. مخالفت از همه جا بود. تنها چند روزه که از جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه ایران گذشته. در همین زمان جلسه با حضور جمعی از مسئولین کشور، فرماندهان نظامی و نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع در حال برگزاریه. اما در حاشیه این جلسه یه مسئله بسیار مهم اتفاق میافته. یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه. فرماندهان ارتش لیستی از انواع هواپیماهای نظامی رو به آیت الله خامنه ای ارائه میدن. این لیست نشون میده تعدادی از جنگنده های نیروی هوایی ارتش تا 5-6 روز و بقیه هواپیماهای نظامی حداکثر تا 31 روز دیگه میتونن به پرواز ادامه بدن و بعد از این مدت به دلیل نداشتن قطعه از کار میافتند. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. منم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد یه قدری. حقیقتا عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ اون داره با هواپیماهای روسی مرتبا میاد. حالا خلباناش ارزه خلبانای ما رو نداشتن، اما حجم کار زیاد بود. خیلی خوب کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان ما دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست. اینا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. ولی این توصیه امام خمینی در اون شرایط جنگی و بحرانی برای فرماندهان ارتش بسیار سخت و ناممکن به نظر میرسه.
البته نگرانی برای نگهداری و تأمین قطعه هواپیماهای نظامی از همون ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته و همین مسئله باعث اختلاف نظرهای جدی در بین برخی مسئولین کشور میشه. چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان قصد داره هواپیماهای F-14 که در رژیم سابق از آمریکا خریداری شده رو بازگردونه یا به فروش برسونه. سیاست حکومت و رژیم فاسد گذشته این بود که وظیفه ژاندارم منطقه رو به عهده بگیره و به همین دلیل میلیاردها دلار ثروت این مملکت صرف خرید اسلحه‌ای شد که مطلقا به درد ملت ما نمیخوره. ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت: سیستم پرواز این هواپیما بسیار پیچیده است و نگه داشتن این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما خواهد شد. برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداریم. ما با کدوم یک از همسایه ها امکان داشته که درگیر بشیم؟ نماینده امام خمینی در ارتش بلافاصله از تصمیم دولت موقت مطلع میشن. آقای یزدی مصاحبه کرد، گفتش که ما F-14 پس بدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فورا بگید رادیو بیاد. دیدم دیر میشه اصلا، همونجا گفتم رادیو آمد، مصاحبه کردم. حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بدیم. از وزارت دفاع ملی به معاونت تسلیحاتی: خواهشمند است دستور فرمایید از ایجاد یا لغو هر گونه قرارداد داخل یا خارج تا دستور ثانوی جلوگیری به عمل آید. معاون سیاسی وزارت دفاع ملی خامنه ای: این نامه به همراه نامه ها و پیگیری های دیگه در نهایت از فروش یا بازگردوندن جنگنده های F-14 جلوگیری میکنه. اما مسئولین دولت موقت با توجه به شرایط خاصی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در نیروی هوایی ارتش ایران حاکم بوده، اصرار بر فروش این جنگنده ها داشتند.